آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. دانا بود، ارکی دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود. دلوی او بخونکه خدای پنامه گران و قدر من دوستانو سلام علیکم. هیله ده چه رو خوشحال هورم و سی او دینه نرزیده پوهن رناده پر اخبرانه دیر خیرال است. زه مریم اسمایل ارسلایم او ده اخبرانه تاسته ده آریانا افغانستان ده نریوال شبکه ایز خبرانده کام. خدای دی پری چه دینه نرزیده پوهن رناده ده اخبرانه معلومات هم ستاسو استفاده و رسیگی. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانش روشنایی است. با آرزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز آغاز می کنیم. امیدوارستم شاد و صحت مند باشین و هفته خوش و پرثمره را در هر گوشه و کنار جهان که هستین با عزیزانتون سپری کرده باشین و باز هم خوشحال هستم که در برابر شما قرار دارم و امیدوارستم که محتویات برنامه امروز هم قابل استفاده و ارزنده بیابین و انشالله که هم بیابین. خب دوستان عزیز ارجمند، قبل از اینکه به محتویات برنامه امروز بپردازم یک دو اعلان دارم که میخوایم که در موردش صحبت کنم، که البته فلایر را که در مورد دکتر نادیا هاشمی میبینین یک لحظه بعد. محترمه دکتر نادیا هاشمی که کاندید کنگرس مریلند هستند و اولین زن افغان که کاندید کنگرس هستند، جای افتخار است بر ما، فردا می آیند به کالیفرنیا جنوبی و فردا از ساعت 7 تا 9 شب پروگرامی که در ساوت اورنج کانتی دارند، در جنوب اورنج کانتی، در منزل بنده البته، اما خودم کدام چیزی نیست، فقط منزل خود در اختیارشان گذاشتیم که اونا بیاین و هموطنان عزیز ما که در اونجا هستن با اونا دید و بودید کنن و صحبت های داشته باشن و هموطنان عزیز ما که خواسته باشن اونا را پشتیبانی و سپورت کنن و بشنون صحبت هایشان به ما یا ایمیل کنین و یا که از طریق مسنجر به ما پیام بگذارین که ما آدرس خود براتون روان کنم. و همچنان روز پنج شنبه با UCLA از ساعت 7:30 تا 9:30 شب انجمن افغان شاب جان، بله معذرت میخوایم، امی فلایر روز هم میبینیم، با ساعت 7:30 تا 9:30 شب در UCLA افغان استودنت یونین اونجا برشان پروگرام گرفتن که شما دوستای عزیزی که با لاس انجلس هستین و با نزدیک وست وود هستین، اگر با UCLA تشریف ببرین و از با نادیا جان، دکتر سب نادیا هاشمی از نزدیک معرفی شاین، خوشحال شد. و همچنان روز شنبه 11 نوامبر در آلامیدا کالیفرنیا یک برانچ است اونجا که اونجا هم از ساعت 12:30 تا 2:30 بعد از ظهر است که افغانان عزیز ما که در شمال کالیفرنیا هستن امیدوارستن که برن و از دکتر نادیا هاشمی پشتیبانی کنن. و در بی ایریا در ریسپشنی که از طرف شام است در داون تاون اوکلند روز شنبه 11 نوامبر از ساعت 7:30 تا 9:30 شب و میتونین که با دکتر سب نادیا هاشمی در nadia@nadiahashmi.com به تماس شوین و وبسایتشان همونجا است و همچنان میتونین که از ایونت برایت تکت هایتان ریزرو کنین از طریق فیسبوک.
و البته دخول در همه در یوسیلی تا جایی من میفهمم رایگان است، ضرور نیست که شما پول نمیپردازین، فقط میرین اگر خودتون خواسته باشین که سپورتشان کنین، پشتیبانی کنین و همچنان از صحبتهایشان مستفید شوین. بسیار کار خوب و نیک است و ما شما بسیار خوشبخت هستیم که برای اولین بار یک زن افغان به اندازه خود رسانده و با هم نه تنها یک دکتر هستند، پیدیاتریشن دکتر اطفال هستند، 4 فرزند دارن، بزنس اداره می کنن و آل پا به سیاست گذاشتن و باید که ما شما از هر نگاه، از نگاه مادی و معنوی دکتر نادی هاشمی را پشتیبانی و سپورت کنیم. و باز هم اگر فردا کسی که به امتران عزیزی ما که در جنوب ببخشید بله جنوب اورنج کانتی هستن، ساوت اورنج کانتی، با ما به تماس شوین اگر خواسته باشین که اشتراک کنین. و اعلان دوم است از جوانان ما که افغان امریکن کانفرنس پیش میبرن و در فلایر دوم میبینین که اینا هم اگر خواسته باشین افغان امریکن کنکت کالج منتورشپ یک پروگرام است که جوانای ما که در های اسکول، نه جوانای ما بگویم به های اسکول هستن، اگر کمک کار داشته باشن برای پرسنل استیتمنت خود وقتی که بر کالج اپلای میکنن، این جوانایی که در افغان امریکن کانفرنس هستن عضو هستن، اینا پروف رید میکنه امو مقالات و اسیشون، نظر برشون کمک میکنه در قسمت نوشتنش، بر اصلاح کردنش و در هزار نگاهی که برای دخول کالج کمک کار داشته باشن میتونن که بر اینا به تماس شوین و وبسایت خود هم گذاشتن که قسمی که شنیدم، البته یکی از جوانانی که بر ما راحت جان صحبت کردن امرایم، اونا گفتن که 40 نفر است که میتونن این اپلیکیشن ها را ریویو کنن و فعلا تنها 22 نفر سبمیت کردن اپلیکیشن های خود، شاید به خاطر عدم آگاهی باشه. پس والدین گرامی اگر کوشش کنین که فرزندانتان که در های سکول هستن، صنف 12 هستن، سینیر هستن، امرایشون صحبت کنین و بگوین که اگر کمک داشته، کار داشته باشن با جوانای عزیز به تماس شن، امرایشون کمک میکنن و همچنان جوانانی که از کالج فارغ شدن و گریجویت سکول میرن و پروگرام های ماستری اپلای میکنن، اونا هم اگر کمک داشته باشن، کار داشته باشن، مسئله اینه که در پروگرام های گریجویت هستن، امرایشون اونا را راهنمایی میکنن. و با می ارتباط هفته آینده برنامه ما هم با می ارتباط است که یکی از ادوایزر های های سکول، وایس پرنسپل الیسون گل های سکول دعوت کردیم که بیاین دمی قسمت در مورد از اینکه چطور اپلای میکنن، چی چیزها ضرور است، بر کدام کالج ها ریکوایرمنت ها کدام چی است و همچنان سوالاتی که در مورد کمک های مالی و یا فاینانشلی داشته باشین هم سوالاتتون جواب میده. و امیدوار هستم که هفته آینده هم برنامه رو ببینین و باز هم اگر خواسته باشین که به خاطر پروفیت کردن اپلیکیشن های کالج و استیتمنت هایی که پرسنل استیتمنت میخواستین معلومات زیادتر داشته باشین، میتونین که بر ما ایمیل کنین و یا از طریق مسنجر با ما همراه ما به تماس شین، ما فلایر رو براتون روان میکنم که بتونین استفاده کنین. خب دوست عزیز ارجمند، عالمی پردازیم به محتوای برنامه امروز و به معرفی مهمان عزیز ما ریحانه جان نیازی که یک حقوقدان بسیار مجرب، شناخته شده، بسیار فعال، وارد و لیاقتشان از اندازه زیاد است. نام خدا و همیشه خدمات اجتماعی برای اجتماع افغان ها انجام میتن و بسیار زیاد آرزو دارن که افغان های ما هم و هر سطحی که دیگر ها هستن اونا هم خدا بکشن و به یک جای برسانن و در موضوعات مهم آگاهی کنه زیاد میسازن. و در برنامه امروز، برنامه امروز ما در مورد سکشوال هراسمنت و یا تعرضات جنسی است که در قسمت البته موضوعی است که اکثریت افغانهای ما قربانی از این مسئله هستن و متاسفانه از حقوق خود نمیفهمن، نمیدونن که چی کنن، چطور اتهام و احساسات خود چطور که پیش خود حل کنن و یا از نگاه، از نگاه قانون، از نگاه روانی. و این موضوع بسیار موضوعی است که هیچ وقت اصلا در اجتماع ما افغان ها در موردش صحبت نشده
و ما بسیار خوشحال هستم که ریحانه جان چند دفعه قبل با ما تماس شدن، خواستن که در این موضوع آگاهی هموطنان ما را بیشتر بسازن و ما خوشحال هستم که ما افتخار بخشیدن و گفتن که از ما هم اگر در قسمت کمک کنم. و فکر کردم که بهترین راه کمک شوال امیست که در برنامه بیاین در مورد صحبت کنن تا که هموطنان ما یک ذر آیست آیست آماده شوند که موضوعی است که آگاهی باید در موردش داشته باشند. خب حالا خوش آمدید میگیم و ریحانه جان نیازی بسیار تشکر از لطف میکنین. مریم جان اولا خواهی اجازه بدین که برنامه بیننده های برنامه تان سلام و درود داشته باشم و از توجه شد در برنامه امشب تشکر بکنم. ضمناً یک عالم سپاس از خانم مریم جان ارسلا که همیشه ما به خود اجازه میدم که بگویم که ارزنده ترین و پر ارزش ترین برنامه تلویزیونی را از تلویزیون های بیرون مرزی افغانستان پخش میکنن. واقعا معلوماتی که در برنامه هایشان میشه ازش استفاده کرد و یا شخصیت هایی که البته من خودم مجرب و جدا میدانم همیشه آدم هایی هستن یا شخصیت هایی هستن که دانششان نه تنها باعث افتخار کمیونیتی ماست بلکه ازشان میشه استفاده بسیار زیاد داشت و بایشون آشنایی داشت. یک دنیا ممنونتان. تشکر از شما و این میمانه مثل شماست که امو ارزش البته کیفیت برنامه ها را بهتر میسازه. تشکر که در این وقت گرانبها شما که بسیار زیاد وقت کم دارین آماده شدین که آزار ازی هستین که همکاری کنین. خب ریحانه جان اگر لطف کنین که در قسمت اول بر بیننده های ما تشریف دین که سکشوال هراسمنت یعنی چی است و چی چیزا رو در بر میگیرن. چشم حتماً. اما قبل از اینکه بپردازیم به اصطلاح دفینیشن یا معنی خود کلمه سکشوال هراسمنت، اجازه بدین که بگم برای من این مسئله بسیار مهم بود به خاطر اینکه در طول کارهای قانونی و برخوردهای قانونی که امرای جامعه شرقی کلن و جامعه افغانی داشتیم این مسئله تابو شناخته میشه، یعنی در موردش هیچ کس نمیخواین حرف بزنن و شما میبینید که در جریانات یا مسائلی که در امریکا اتفاق افتاده که به اصطلاح این مسئله رو دوباره تازه و داغ ساخته، آدم هایی هستن که سرشناس هستن، پول دارن، موقعیت اجتماعی دارن، اما سالها و دهها گذشته و اینا به اصطلاح در مورد از این مسئله نتونستن صحبت بکنن. پس این توقعی از را باید داشت که در یک کمیونیتی سنتی ما بیشتر با این مسئله برخورد میکنیم، قربانی های بیشتر داریم و قربانی هایی که همیشه سکوت اختیار میکنن. ما امیدواری ما از این برنامه ای است که به اصطلاح به اینا یک جرأت داده باشیم که بتونن از حقوق خود استفاده بکنن. البته حضور ما در برنامه امروز ما هیچ چشم داشته کاری و یا اقتصادی از این مسئله ندارم، فقط میخوایم که به اصطلاح مغزها را روشن سازی کرده باشیم یا یک معلومات بیشتر در جامعه باشه که اگر در این مسئله برخوردن و در آینده برمیخورن بتونن که بفهمن که حقوقشان کجاست و کجا به اصطلاح خود را راجع بکنن یا از کجا معلومات بگیرن. البته مثل همیشه باید بگویم که بعض از مسائل قانونی قسم است که ما در افغانستان امرایشان برخورد نداشتیم. اگر سکتگی در صحبتهای دری یا فارسی میه امیدوار هستم که به بزرگواری خود ببخشم. نام خدا شما قدر به هر زبان وارد هستیم، داشته های انگلیسی و دریتان فوق العاده است. اما خب سکشوال هراسمنت یعنی چی؟ سکشوال هراسمنت هم در جامعه غربی و هم در جامعه شرقی یک مسئله بسیار سدال میتونه باشه. معمولا به تعرضات جنسی سکشوال هراسمنت میگن، اما تعرضات جنسی که هم میتونه گفتاری باشه و هم میتونه فیزیکی باشه یک آن لیمیت و یا دفینیشن سکشوال هراسمنت نیست. سکشوال هراسمنت در موارد مختلف میتونه اتفاق بیفته، مثلا کامنت ها یا پیشنهادات و یا حتی جوک هایی که در یک مسئله در مورد مسائل جنسی میباشه میتونه که سکشوال هراسمنت شناخته شود یا در قانون چارچوب قانون امریکا و یا غرب سکشوال هراسمنت شناخته میشه. همچنان این درخواست هایی که یا گفتار کنایه دار که به اصطلاح سکشوالی چارجد باشه سکشوال هراسمنت شناخته میشه. سکشوال هراسمنت معمولا در چارچوب قانونی بیشتر به سکشوال هراسمنت در امپلویمنت یا محیط کار بهش میپردازن، اما مختص به محیط کار نمیشه، در محیط همزیستی میتونه اتفاق بیفته، یعنی در محیط خانوادگی میتونه اتفاق بیفته، در محیط کاری و همچنان در محیط درسی یک کس میتونه که به اصطلاح یا تعرض کننده باشه و یا قربانی سکشوال هراسمنت.
بسیار خوب. خب چه تعرضات دیگه میتونه که ارتباط بگیره با سکشوال هراسمنت؟ ببینید سکشوال هراسمنت کلا دفینیشن یا به اصطلاح ترم قانونیش بسیار براد است یا بسیار اکسپنسیو است یا بزرگ است. بعض از مسائلی که ممکن در اولین نگاه به سکشوال هراسمنت شناخته نشه، اما به اصطلاح تعرضات بعدی یا سکندری میتونه باشه. یکی دیسکریمینیشن است، discrimination based on sex یا based on gender. معمولا sexual harassment در محیط کار وقت اتفاق میفته، بخصوص اگر با promotion, hiring و یا firing یا termination of employment سر و کار داشته باشه، طرف نمیاد که بر شما بگه که شما را hire نمی کنم یا promote نمی کنم یا به اصطلاح fire می کنم به خاطر از اینکه به خواستهای جنسی ما جواب منفی دادی. معمولا یک صحیح دیگر پیدا میکنن که شما را بهتون فشار اینقدر فشار بیارن، فشار روحی و جسمی، که یا شما از محیط کار براین بیرون و یا اونا خودشان بهانه بگیرن شما را بندازن بیرون. اما طور گفتم سکشوال هراسمنت میتونه دیسکریمینیشن در قالب دیسکریمینیشن، ایج دیسکریمینیشن، سکس دیسکریمینیشن، اتنیسیتی یا مسائل دیگر باشه. همچنان اسالت که به اصطلاح حمله جنسی میباشه، بتری که اکشوال اسالت در قانون امریکا اگر فرض بکنم ما بر شما احساس از دیده میتونم، احساس ترس میتونم یا تهدید میکنم، اسالت شمرده میشه. بتری اکشوال تچینگ یا به اصطلاح دست زدن به کسی میباشه، میتونه بتری باشه. و یه بتری وقت سر بتری صحبت میکنیم، حتما نیست که درد زیاد برای شما بیاد. اگر آفنسیف هست، اگر شما به حساب بهش جواب مثبت ندادین یا براتون ناخوشایند است، میتونه برای باشه. همچنان ایموشنال دیسترس یا گرفتاری های روحی و مشکلات روحی که این قسمت یا این جنبه سکشوال هراسمنت باید یک سایکیاتریست یا سایکولوژیست در موردش صحبت بکنه و از چه کاری ما سوا و جدا هست. همچنان فالس امپریزنمنت، اگر تعرض کننده قربانی را در یک جای قرار بده، طرف نمیتونه از یک چارچوب، باید یک بیلدینگ یک جای باشه، شما نمیتونین بیرون براین، حتی اگر برای یک مدت کوتاه باشه و احساس بکنین که به اصطلاح گیر افتادین، میتونه که یکی از به اصطلاح آفنس هایی که به سکشوال هراسمنت ریلیتد است محسوب شوه. بسیار خوب. خب کدام نوع قوانین در بر میگیره سکشوال هراسمنت؟ ببینید در امریکا ما سیستم فدرال داریم و همچنین سیستم استیت. هر استیت قانونای مربوط به خود دارن در مورد سکشوال هراسمنت، قانون دارن با همه مشابه هستن. شاید مثلا دیتیل های باشه یا جزئیات باشه که از یک استیت تا استیت دیگه فرق بکنه، اما به اصطلاح فاوندیشن قانون یا تهداب قانونی در همه جا مشابه است. و در قسمت فدرال لا تایتل هفته Civil Rights Act of 1964 یا 1964 مربوط میشه به سکشوال هراسمنت و ما مخصوصا در سکشوال هراسمنت در محیط کاری. بسیار خوب. کدام ایجنسی ها و اداره های مسئولیت کدام اداره ها مسئولیت اجرا کردن امی قوانین دارن؟ ببینید به لول ماکرو Equal Employment Opportunity Commission یک ایجنسی فدرال گورنمنت است یا دولت فدرال امریکا است که اینا بسیار کارشان اجرا کردن قانون سکشوال هراسمنت در پلوی قانونهای دیگه است. و در هر استیت سیویل رایتس ارگانیزیشن هست که اونا بسیار کارشان انوستیگیشن یا تحقیق کردن و اجرا کردن قانون سکشوال هراسمنت هست. و هر دوی از این قانون ها، قانون های در سطح استیت و همچنان در سطح فدرال، از تمام کاردهنده ها یا امپلویر ها میخواین که در هر محیط کار که هست اینا نه تنها فلایر های ایکوال اپورتونیتی امپلویمنت، ایکوال امپلویمنت اپورتونیتی فلایرز در مورد سکشوال هراسمنت و به اصطلاح سیف ورک پلیس داشته باشن، قوانین خود باید اجرا بکنن. و هر کاردهنده بستگی به این نداره که شما چقدر کمپانی که برش کار میکنین یا بزنس که برش کار میکنین بزرگ یا کوچک باشه، باید قوانین داشته باشن که در خودمو ایجنسی یا در خودمو اداره
چی شود، به اصطلاح اجرا شود و در هر اداره یک پوینت آف کانتکت یا یک یا دو نفر می باشند که دزیگنیت می شوند از طرف امپلویر که کمپلینت ها یا مثلا شکایت هایی که در مورد سکشوال هراسمنت می باشد اونا بگیرن و تحقیق بکنن. و همچنان در هر اداره یا هر کمپانی، مخصوصا کمپانی های بزرگ، اینا یک امپلویی هندبوک دارن که در اون در مورد سکشوال هراسمنت باید نوشته باشه و اگر اتفاق میفته شما کدام قوانین یا کدام راه ها یا عکس العمل هایی است که در خود اداره باید اجرا شود. بسیار خوب. کدام نوع اشخاص قربانی و یا ویکتیم سکشوال هراسمنت شمرده میشن؟ معمولا وقتی در مورد سکشوال هراسمنت حرف میزنیم، متاسفانه یک تبعیض جنسی در فکر هر کس می باشه، حتی در فکر من قانوندان هم هستم. معمولا فکر میکنیم که سکشوال هراسمنت به اصطلاح اگرسر یا کسی که تعرض میکنه مرد است و قربانی همیشه زن می باشه، در صورتی که درست نیست. تعرض کننده و قربانی هر دو میتونن مرد و یا زن باشن. و وقتی که سکشوال هراسمنت اتفاق میفته، حتما نیست که به اصطلاح طرفی که به اصطلاح مثلا روشن‌تر صحبت کنم، مثلا اگر من تعرض کننده هستم و شما قربانی هستین، این ممکن است که ما هر دوی ما از یک جنس باشیم. خب، لازم نیست که حتما طرفتان، یعنی اگر شما قربانی سکشوال هراسمنت هستین و فکر میکنین که خب این یک زن بود که برای من مسائل گفت و من کلیم ندارم، از نگاه قانونی شما کلیم دارین. مهم نیست که حتما تعرض کننده از جنس مقابل باشه. همچنان برای از اینکه قربانی باشه، شما میتونید که قربانی دایرکت نباشین. مثلا اگر یک کس در پیشنهادات یا مثلا جوک ها یا کامنت های که سکشوالی چارج باشه به ما بگویه یا بر ما پیشنهاد بکنه، اما شما او رو میشنوین و او رو شما افنسیف به اصطلاح پنداشت میکنین، یعنی شما نفر سوم هستین، دو نفر شما نفر سوم هستین، در او صورت هم شما میتونید قربانی سکشوال هراسمنت باشین. بسی که نارام میشین، یعنی ناراحت میشین و مورهای پرنسیپ ها و به اصطلاح طرز فکر شما برمیخوره و این ناراحتی این نیست که فقط ببین من ناراحت شدم، یعنی باید ناراحتی از نگاه قانونی، ناراحتی به اصطلاح چشمگیر باشه. اما مهم نیست که حتما شما دایرکتلی قربانی از این مسئله باشین. بسیار خوب. خب اولین کیس هایی که سکشوال هراسمنت در قسمت قانون در بر میگیره چی هست؟ ببینید در هر چی قانونی، به اصطلاح ایشوی قانونی یا مسائل قانونی یا مسائل سیاسی و حتی اجتماعی، همیشه اسکول های مختلف، اسکول آف تاتس مختلف هست. بیشتر اونایی که سکشوال قوانین سکشوال هراسمنت دوست ندارن که بزنس ها هستن به خاطر که کاستشان زیاد میباشه، این را به جنبش های فمینیزم چی میکنن به اصطلاح وابسته میدونن، ارتباط میتونن و میگن که امرای جنبش های فمینیزم شروع شد. اما اولین کیسی که در امریکا در مورد سکشوال هراسمنت به اصطلاح در موردش لیدیگیت شد یا به محکمه کشیده شد در سال 1974 بود و اسم کیس برنز ورسس تایگر آرتالیا بود که در روز زمان کورت در امریکا یا محکمه و دادگاه های امریکا گفتن که سکشوال هراسمنت یک مسئله بسیار جدی است که باید بهش پرداخته شود و دیگه از نگاه قانونی و از نگاه اجتماعی نمیشه که به اصطلاح تابو شناخته در موردش خاموش کن. و در سال 1986 کیس دیگه به نام منیتور سیوینگز بانک ورسز ونسن در مورد سکشوال هراسمنت در محیط کار بود که در محیط کار وقتی شرایط کار قسمی است که شما نمیتونین احساس سیفتی داشته باشین، پس هم طرفی که بر شما تعرض کرده و هم کار دهنده یا کمپانی که شما درش کار میکنین، هر دویشان به اسلام معترض شما خدا میشن. خب تو اگر دسته در مورد اقسام مختلف سکشوال هراسمنت صحبت کردین، آیا چیز دیگه هم میتونین بگوین در مورد اقسام مختلف چی چیزا شما ده میشه؟ 100%. ببینین اما طور که قبلا گفتم، معمولا وقت صحبت از سکشوال هراسمنت است، بیشتر همه فکر میکنیم که سکشوال هراسمنت در محیط کار اتفاق میفته، چون بیشتر کیس هایی که به دادگاه و به اصطلاح سرالمنت کشیده میشه از محیط کار است و
دلیل شامیست که در قانون یک کانسپت وجود داره به نام دیپ پاکتس، یعنی از کجا پول بیشتر شما میتونین بگیرید. بله. و معمولا کمپنی ها و امپلویر ها پول بیشتر دارن برای سینزی مثلا، و به خاطر ازمو هست که اونایی که شکایت میبرن بیشتر شکایت ها مربوط میشه به محیط کار. اما همونطور که قبلا گفتم سکشوال هراسمنت میتونه در یک محیط خانوادگی و همزیستی، بخصوص در شرایط دیتینگ یا کوهابیتیشن میتونه اتفاق بیفته. ما وقت در برنامه های افغانی قبلا هم که خودم برنامه قانون جامعه را داشتم سر بعض از مسائل صحبت میکردم، باید به حساسیت های اجتماعی ما فکر میکردم، به حساسیت های افغانی یا حساسیت های شرقی. وقتی شما مثلا صحبت در مورد دیتینگ میکنید همه با پا میخیزن که الا و بلا در کمیونیتی ما کسی دیت نمیکنه یا در مورد کمیونیتی ما همزیستی یا کوهابیتیشن وجود ندارن. ما از تجربه خود و از تجربه مثلا فامیل خود میفهم که اونایی که مثلا کالج رفتن ممکن است در یک مدت را در یک دوم زندگی کرده باشن، یا اگر توانایی از ایرم داشتن که بیرون از او باشه امرای کسی دیگه زندگی کردن. در همچه شرایط ممکن است که اتفاق بفته در دیتینگ که اگر ما چشم پوشی هم بکنیم باز هم در جامعه ما هم وجود داره، ممکن است که سکشوال هراسمنت اتفاق بفته. حتی در محیط خانوادگی که یک بحث کاملا جداگانه قانونی است، در محیط زناشویی ممکن است که سکشوال هراسمنت و یا سکشوال وایلنس اتفاق بفته. بله واقعا. کدام فاکتورهای روانی و اقتصادی سکشوال هراسمنت چی است؟ ببینید سکشوال هراسمنت به اصطلاح استاتستیک های خود داره. من زیادتر اگر بخوایم صادقانه اعتراف بکنم زیاد در این مسئله نپیچیدم که استاتستیک شو بفهم که یا دقیقاً بدانم که چی است. منتها فاکتورهای مختلف وجود داره که در سطح قانونی و یا در سطح اجتماعی میتونه که عوامل و عکس العمل ها در موارد سکشوال هراسمنت مثلا باشه. اولا فاکتورهای سایکولوژیکلی، ببینین تعرض اون کسی که برش تعرض میشه یا قربانی از این مسئله میباشه، خب گرفتارهای روحی دارن، بستگی به شرایط خانوادگیشن، ممکن از یک استرس بیشتر از کار امرای خود بیارن. اگر به این فکر کنن که ما باید این کار در محیطی که به این تعرض میشه باید بگذارم، خب مشکلات اقتصادی خود میتونه داشته باشه که خود از اون میتونه مشکلات روحی برای کس بار بیاره. در محیط کار پرودکتیویتی بسیار پایین میشه، مورالز بسیار پایین میشه، و اینا گفتم جنبه هایی است که باید یک سایکولوژیست یا سایکیاتریست در موردش بحث کنه و از دانش حقوقی ما جداست. اما کلن یکی از فاکتورهای یا کاست ها یا ستستیک سکشوال هراسمنت اومی باشن. از نگاه اقتصادی هم در سطح انفرادی یا شخص میتونه بسیار ضربه های محکم به یک اقتصاد یک شخص یا خانواده بزنه، و هم در جامعه مثلا قانون هایی را که گفتم امپلویر ها را مجبور می سازن که باید لایبیلیتی انشورنس داشته باشن، و هر بار که به خاطر سکشوال هراسمنت، و هر بار که یک کلیم یا شکایت فایل میشه مثل کار انشورنس پریمیوم ها میره بالا. همچنان 25% اونایی که قربانی سکشوال هراسمنت هستن لیف میگیرن، لیف آف ابسنس، که به اسم شرایط یا موقف خود دور کنن، از موقف خود دور بسازن یا همراهش کنفرانت نباشن. 10% مردم، معمولا خانم ها، کار اصلا اعلام میکنن، میمانن و بیکار میشن. شاید این بیکاری برای یک مدت باید باشه، و اگر مثلا unemployment insurance میگیرن یا unemployment benefits میگیرن، خب این پول است که ما و شما و تکس پیرز باید پولش رو بدیم. خلاصه هر کدام به یک نوعه امرای زی مثلا چی می باشه؟ گرفتار می باشه. بله، واقعا. خب چی باید کرد وقتی که اگر یک نفر
تحت سکشوال هرسمنت قرار میگیره و یایی که در سیچویشن و موقف قرار میگیره و یایی که کس دیگی را شاهد باشه که برش سکشوال هرسمنت صورت میگیره. چی باید کرد؟ بله چی باید کرد؟ ببینید در مرحله اول از هر جنبه که بخواییم ببینیم شما دو راه دارین. یکی راه انفورمال یا غیر قانونی است و استپ بعدی یا قدم بعدی راه قانونی است. در استپ انفورمال مخصوصا در زمانی که شما دایرکتلی افندد نشدین و یا اگر دایرکتلی هم افندد شدین اما تعرضات جسمی نبوده، فقط شوخی ها مثلا بوده، جوک ها بوده، کامنت ها بوده که معمولا سکشوال هراسمنت از اونجا شروع میشه. بله. و شما افندد هستین باید امرای طرف صحبت کرد. بله. چون گاهی از وقتا یک کسی شوخی میکنه ممکن است متوجه نشه. بله. یا فکر کنه که شما در موردش زیاد حساس نیستین. اول امرای طرف باید صحبت بکنین. اگه صحبت طرف به جای نمیکشه و اگر به اصطلاح تعرضات جنسی جسمی اتفاق میفته، اولین کار که میکنین باید امرای سوپروایزر در محیط کار امرای سوپروایزر تان باید صحبت بکنین. و وقتی میگم صحبت بکنین شما معمولا خب صحبت ها میشه باید داکیومنت بکنین. مثلا اگر من قربانی سکشوال هراسمنت هستم سر کار، میرم امرای سوپروایزر خود صحبت میکنم، باید یک ایمیل نوشته کنم که امروز در این ساعت من امرای شما صحبت کردم و به این نتیجه رسیدیم، که شما یک داکیومنت داشته باشین که به اصطلاح گپ ما بر خلاف گپ شما نباشه. بله. معمولا وظیفه یک سوپروایزر با مسئولیتی است که مثلا پیگیری بکنن. بله. اما اگر نمیکنن و یا اگر میکنن هم در هر محیط کاری مخصوصا محیط کار در امریکا و مخصوصا کمپانی های بزرگ اینو قانونا وظیفه و مسئولیت دارن که یک شخص را مشخص بسازن برای این مسائل، یک شخص یا اشخاص را مشخص بسازن که به این مسائل پیگیری بکنن و در موردش تحقیق بکنن، که اونا به اصطلاح لغت انگلیسیشون هست که point of contact or designated person برای equal employment opportunity commission. اونا باید کارشان هست که کار بکنن و معمولا در یک درصد از کیس های سکشوال هراسمنت موفق میشن که از اون طریق به اصطلاح مسئله را بهش خاتمه بدن یا به یک راه حل برسن. اگر شما به اونجا راه نمیرسین، قدم دومی تا نیست که از نگاه قانونی با مسئله برخورد بکنین. و اولین قدم یعنی یک کیس سکشوال هراسمنت از جایی که شروع میشه ایست که شما به Equal Employment Opportunity Commission باید مسئله در جریان بگذارینشان و اونا تحقیق میکنن، سعی میکنن که مسئله را حل و فصل بکنن. اگر به جایی نمیرسن بر شما یک لتر میدن یا یک خط میدن که به نام Right to Sue. در اون صورت در مورد دیسکریمینیشن هم وقتی که شما دیسکریمینیشن بیست آن ایج، دیسابیلیتی، سیکس، نشنال اوریجن، ریلیجن، شما باید امرای زنا مطرح بسازین این مسئله. باز بعد از اون وقتی که اونا Right to Sue لتر بر شما میدن، شما حق دارین که یک کیس قانونی فایل بکنید و برای فایل کردن کیس قانونی یا میتونید که خودتان کیس فایل کنید و یا اگر که خواسته باشید میتونید به یک وکیلی که در نزدیکیتان باشه یا قابل اعتمادتان باشه مراجعه کنید که اونا بتونن کمکتان بکنن. بسیار خوب. خب مثلا به یک دفتر کار آمر مو هراسر میباشه که هراس میکنه کس را و از اون که بلندتر کس نیست، یعنی به هیومن ریسورس باید مراجعه شوه. بله. خارج از امو. بله. شما ببینید گاهی از وقتا بزنس های کوچک است و دولت، هم دولت فدرال و هم دولت های به اصطلاح لوکال، نه من پاور دارن و نه به اصطلاح ریسورس دارن که پشت هر مسئله پشت هر آدم یک پلیس باشد. بله. امکان نداره. شاید بزنس هایی باشن که حتی از مسائل قانونی تخلف بکنن یا خلاف رفتاری بکنن. مثلا یک دفتر نداشته باشن یا کسی نداشته باشن که به مسائل سکشوال هراسمنت یا دیسکریمینیشن بپردازن. خب شما بیرون از کار مراجع دیگه است که میتونید به اصطلاح مراجعه بکنید، مثلا سیویل رایتس کمیتیز در هر جای است. شما میتونید گوگل برید، گوگل بکنید، آدرس و کانتکت انفورمیشن شما بگیرید. ACLU یکی از مراکز است که به این مسائل میپردازن، مسائل سیویل رایتس. و همچنین خود
Equal Employment Opportunity Commission. میتونن مستقیما با ازنا کانتکت بگیرین و اونا میتونن راهنماییتون بکنن که از کجا باید شروع بکنین. یعنی در هیچ شرایط هر قدر که طرف به حساب پاورفول باشه، هر قدر که طرف قدرتمند باشه و زمام مخصوصا اقتصادی زندگی شما رو درست داشته باشه، لااقل در امریکا میتونم بگم که شما بگونه چاره نیستین. بله بسیار خوب. بله برزیک معمیر شما جواب دادین و فکر میکنم خوب کسایی که در بزنس های خرد کوچک کار میکنن و اونجا مراجع نیست، یعنی باز هم برشان یک رای است که چطور سند اونا داشته باشن. مثلا در کاری که میباشه فرض کنین میتونین برای آمرتان ایمیل کنین گفتین سند داشته باشه، در این قسمت چطور میتونه شخصی که وکتم میباشه سند داشته باشه؟ سوال بسیار خوب است. اتفاقا وقتی شما در مورد صحبت میکردین به فکر ما رسید که اوکی در همچون شرایطی چی باید کرد. ببینین اگر شما، ما امیدوار هستم که بزنس اقدر باشه که یک ایمیل آدرس داشته باشه، شما میتونین ایمیل بفرستین به طرف که در فلان روز اینی مسئله اتفاق افتاد، بر من ناخوشایند است، نمیخوایم که به اصطلاح امرای محیط کار ما اینترفیر بکنم و امیدوار هستم که مسئله چی باشه. طرف باید اقدر آگاهی و چی دانش از این داشته باشه که به ایمیل شما جواب نده. اگر که جوابشان مثبت باشه، خونه باز مثلا چی دارین؟ سند دارین. اگر که خاموش باشن، خاموشی به حساب قانون اویدنس یا قانون ثبوت در امریکا خودش اعتراف یا ادمیشن است، میتونه باشه. و اگه ای که دنای میکنه، خب باز شما لااقل یک چیز دارین که اسپسیفیکلی یا به صورت مشخص گفتین که در فلان روز در فلان ساعت در اینی جایی که ما بودیم شما ای رو گفتین یا ای کار کردین و ای بر من ناخوشایند بود یا جواب ما ای بود. میتونین رقمی باشه. کمتر شاید محیط کار باشه که فقط دو نفر دیش باشه. بله. اگر همکار یا کسی دیگه دارین که مخصوصا کسی که مورد اعتمادتان باشه، متوجهش بسازین که یک چیزایی میگذره که برخلاف میل شماست. میتونین یک ویتنس داشته باشین. و حتی اگر شما برای باستان نمیتونین که بنویسین، که در صد در صد ما پیشنهاد میکنم که کار رو بکنین، میتونین که برای همکارتان بگوین، بنویسن که ما در فلانی روز براتینی گفتم که این مسئله اتفاق افتاده اینا و تو شاید از این مسئله هستی. بالاخره یک رقم باید یک سند داشته باشه، چون در غیر از او مخصوصا در محیط قانونی که ما بهش میگیم یا مثلا در دادگاه میگن یا محکمه میگن که حرف شما برخلاف حرف ما و او سخت است، یعنی بدون هیچ نوع چی دیگه ثبوت دیگه، نه ای که به جایی نرسه، سخت‌تر است که امرایش آدم کنار بیاد. بله بسیار خوب. خب یک شخصی که هراس میشه، از نگاه قانونی حقوقش چی است و کسی که به اصطلاح میبینم از شاید مسئله میباشه کانسیکونس یا نتیجه چی است؟ نره. خب خودش دو سوال جداگانه میتونه باشه. اولا بیاین که سر کسی که ویتنس میباشه صحبت بکنیم، چون من بهتون گفتم از کارهای قانونی که ما کردیم معمولا و بیشترین مسئولیت ویتنس ها دارن. اگر یادتان باشه در فیسبوک ما یک مسئله نوشته بودم که همی مسئله سکشوال هراسمنت که به اصطلاح داغ شده بود، هر کس هشتگ میزدن که میتو و به نظر من یک موقعیت بسیار خوب بود که آدم فکر بکنه و به اصطلاح رفلکت بکنه در رول خود، نقش خود که هر کدام از ما میتونیم در همچون مسائل بخصوص در محیط خانواده بازی بکنیم. ببینین از نگاه قانون امریکا یک مسئله که اتفاق میفته و ضمناً پیش از اینکه رو بگویم، سکشوال هراسمنت هم میتونه که از نگاه قانونی جنبه های سیویل داشته باشه، گرفتاری های یک شخص امرای قانون سیویل و هم کریمینال یعنی جنایی، پس باید جدی گرفته شده. اینال در حساب قانون جنایی شما چند شخص مختلف میتونه که برای یک مسئله محکوم شده، یکی کسی که تعرض میکنه که به حساب چی اصلی شناخته میشه، مجرم اصلی. اگر شما به تعرض کننده قبل از اینکه تعرض بکنن کمکش بکنین، تشویقش بکنین، به اصطلاح برش حتی کمک روانی برش بکنین، اصلا این اتفاق نمیشه، برو به اصطلاح دلت خالی کن. درست است؟
و یا بعد از اینکه اتفاق بفته شما به اصطلاح پوت کنین. اگر یک کس فرار میکنه، جنایت کرده فرار میکنه و شما در خانه بر ازو پناه میتین یا در موتر موترتون میتین که فرار بکنه یا در موتر میباشه شما او را فرار میتین، در امو مسئله جنایی که اتفاق میفته در بهین شدت متوجه شما میشه. اینال امی کانسپت ما میتونیم به اصطلاح به حساب سلبین اپلای بکنیم. بله. اگر ما یک جایی هستیم و این مسائل اتفاق میفته، فکر میکنیم که خب ما قربانی از این مسئله نیستم و ما تعرض نشدم و ما چی غرض، یا بهتر است که من از این مسائل خود دور نگاه بکنم، اصلا چی نداشته باشم، که بیشترین عکس العمل شرقی ها متاسفانه. بله. و اصلا یک قسمت از کلتور ماست، نه که همه. بله. نمیخوایم خودکوبی کرده باشم، ما هم افغانستان، ما هم شرقی هستم، اما معمولا از دمی مسائل که کار نداری غرض نگی، نه؟ یک موتوی ماست، یا اصلا به تو چی مربوط یا به ما چی مربوط، با اون خودشان یک رقم جرمه. بله. اگر از نگاه کلتوری مسائل قابل قبول باشه که باید نباشه، اوکی، اما از نگاه قانون، مخصوصا قانون غرب و مخصوصا امریکا که ما شما زندگی میکنیم، نمیتونیم بگیم که برای ما فکر کردن با ما مربوط نیست. شما مجرم شناخته میشه. بله. بنابراین مخصوصا در محیط خانواده وقتی یک چیز اتفاق میفته باید به کمک بشتابه، نه یک رو به اصلاح تبو به حساب بیارین و اویی که به قربانی از این مسئله است او را به سکوت وادار بسازین یا بگین که نباید در این مسئله صحبت بکنین. بله. و در محیط کاری هم اگر شما امپلایر هستین، هم اگر سوپروایزر و به اصطلاح در منیجمنت هستین، و هم حتی اگر همکار هستین، اگر یک مسئله را میبینین و متوجه میشین یا بر شما گفته میشه و شما از اون مسئله چشم پوشی میکنین، به حساب قانون آمریکا یک کانسپت دیگه به نام وایکریوس لایبیلیتی وجود داره. و وایکریوس لایبیلیتی است که جرم شما به ما سرایت میکنه. و اون جرمی که اتفاق افتاده و شما شاهدش هستین و به اصطلاح خاموشی را اختیار میکنین، با شما دلتان بخواهی یا نخواهی سرایت میکنه و با مسائل قانونی و سیستم های قانونی سردوچار و دست بگیریبان میشه. بله بله، واقعا بعضی اوقات از بسیار نه تنها از اینکه خود به جنجال آدم داخل نمیکنم نمیخواهی که شهادت بده، بلکه برای ما افغان ها گفته شما زیادتر چون مردم های پرایوت هستیم فکر میکنیم که یک لکه و یک بدنامی برای فامیل است که یک چیز را اگر در موردش یا شهادت بتین و یا بگوین که می کار بر شما صورت گرفته. بله. که از این نگاه خودش قسمی که شما گفتین که یعنی نتایج عزیز که از نگاه روحی و روانی چقدر زیاد می باشه. 100%. 100%. و ضمناً باید یک هشدارم بتون، من گاه دفعه متوجه میشم که یک مسائل اتفاق میفته، حتی اگر میخواین از یک کس تعریف بکنن. بله. او به یک رقم تعریف میشه که زندگی یا مثلا شخصیت طرف از زیر سوال میبرن. اتفاقا دیروز من در یکی از برگاهایی که در مورد یک کس نوشته شده بود نوشته را میخواندم و نویسنده با یک مهارت آنچنانی، یعنی باید لابلای خط شما میخواندین، یک قسمت از زندگی طرف یا به اصطلاح خواست ها یا تصمیم های طرف به سوال کشیده بود که میتونست شدیداً با آدم بر بخوره. اینال ایران ممکن است که آدم گاهی از وقتا با بیمسئولیتی بکنه و باز یک دفعه دیگر بگویم که با وجودی که من خودم شرقی و افغانستان با هیچ لذت از خودکوبی نمیبرم، باید بگویم که در جامعه ما بسیار مروج است. مثلا یک مسئله اتفاق میفته، من شاهد سکشوال هاراسمنت یک مسئله که گفته شما داغ ننگ و لکه داره هستم، بدون از اینکه هیچ اساسیت در مورد نشان بدم و یا مسئولیت اخلاقی را بپذیرم، من بر شما تعریف میکنم که اینو تو یک مسئله اتفاق افتاده بود، نه؟ و این مسئله زبان به زبان و دست به دست به اسلام میگرده. بله. و شما یک کسی که به شما اعتماد کرده در مسئله بسیار شخصی بر شما گفته، شما رو به اسلام به دهان همه مندازه. بله. از نگاه سرگرمی دیگران 100%. بله. از نگاه قانونی میتونه که مسئولیت های بسیار شدید متوجه شما بسازم و عکس العمل های بسیار شدید قانونی در مورد شما اجرا شد، اگر که طرفی که به اصطلاح مورد ظلم یک نفر دیگه و ظلم زبانی ما قرار میگیره از حقوق خود بفهمه. و دلیلی که من امروز مثلا از شما خواستم که در این مورد صحبت بکنیم این است که بیشتر مسائلی که اتفاق میفته بسیار ساده گرفته میشه.
انگار نه انگار که یک مسئله اتفاق افتاده و مهم است، لااقل بر طرف مهم است. به اصطلاح غیبت و بدگویی و پشت سرگویی و پشت سرگویی که مشکل قانونی میتونه بر آدم درست بکنه بسیار مروج است، مخصوصا در مسائلی که جدی میباشه. ما امروز سر سکشوال هراسمنت گپ میزنیم. دفعه بعد که یک کس بر ما اعتماد کرد یک مسئله را بگیم، باید اولا از طرف باید سپاسگزار باشیم که ما را اعتماد کرده و ارزش و قابل ازیر شناخته و ما این ارزش را داده که بتونه یک چیزی که بسیار برش شخصی است در موردش صحبت بکنه. من اگه فکر میکنم میگم که بر بعض از جوامع باید وظایف قانونی داد، مثلا اینی که مثل دکترها، روانشناسا، حتی ملاها و پریستها یا وکلا اجازه ندارن که مسائل را که در موردشان بر یک موکل برشان میگه یا مریض برشان میگه یا اونایی که بس با مسجد یا کلیسا میان اعتراف میکنن یا صحبت میکنن، شما اجازه قانونی ندارن که در مورد از صحبت بکنین. کاش همی یک چی باشه، یک مسئولیت و اخلاقیت فردی بر همه باشه. بله. که بدون مسئولیت های قانونی هم فکر کنیم که این کار را که میکنیم درست نیست. و اتفاق افتاده که ما شنیدیم. بله. در مورد بسیار مسائل جدی صحبت شده و بر از اونا فقط یک سوژه بوده که در موردش صحبت کنن، مثلا مسائل گاسپ جوسی. بله. Just for fun. اگر که حتی ما مرتکب از اینا میشیم و از مسئولیت های قانونی خبردار نیستیم، امی برنامه امیدوار هستم که همی لااقل خدمت بر شما کرده باشه که دفعه بعد که در مورد یک کس میخواین صحبت بکنید، یک بار در موردش فکر کنید که اگر طرف از یک خانمه به صورت قانونی گرفت، چه گرفتاری ها و درگیری هایی را من میتونم داشته باشم و نکنیم امی کار. واقعا خب ما چطور خود ما اکت کنیم که در مورد آموختن مشکل اجتماعی سکشوال هراسمنت نقش ما چی هست؟ ببینید مریم جان، همونطور قبلا گفتم این یک مسئولیت انفرادی است بر هر بله. کدام از ما در هر محیطی که هستیم، مسئولیت اخلاقی است که باید بپذیریم، باید اکتیو باشیم. ما معمولا در جامعه ما، جامعه هست که دیپندنسی را زیاد انکوریج میشه. مستقل بودن یک کلمه است که ازش ترس میتونیم حتی داشته باشیم در هر نگاه، از هر نگاهی که باشه ما بستگی رو بیشتر ترجیح میدیم. بنابراین باید به حیث یک فرد، ای که از ما خواسته شوه یا نشوه، ای که ما یک مسئولیت یا عکس العمل قانونی متوجه ما باشه یا نباشه، به حیث یک انسان باید یک مسئولیت های را پذیرفت و مسئولیت های اخلاقی باید بر خود اونا را قبول داشته باشیم و بنابرای او رفتار بکنیم. ضمناً خودمی برنامه شما، عنوان برنامه شما، تمام چیز را که باید یک کس برش مهم باشه میرسانه. پوهن رناده. Power, knowledge is power. خب شما هر قدر بیشتر میفهمین، بله. هر قدر بیشتر در مورد مسائل آگاهی دارین، حتی آگاهی سطحی، اما قدر قدرتمندتر هستین. با این که ما باید یاد بگیریم به حیث یک کمیونیتی که پشت سر هم دیگه باشه. ببینین شما، نمیخوایم از شما تعریف کرده باشم، ما یک زمان که خودم برنامه داشتم، با وجود که در موارد صحبت های مسائل صحبت میکردم که امرایشان تا یک اندازه آشنایی داشتم، یک اندازه باید مثلا ریسرچ میکردم، هر یک برنامه یک ساعته تقریبا ما باید برش 6 یا 9 ساعت زحمت میکشیم. بله. شما مسئولیت اخلاقی را پذیرفتین با وجودی که هیچ جنبه استفادهی بر شما نداره. بله. درست است که بگیم خب من اینی کار را میتونم بکنم، پس همین را تشویق میکنم کسایی را که در موارد مختلف آگاهی دارن به برنامه میارم، مسائل مختلف در برنامه در موردش صحبت میکنم، آگاهی میتونم، اعلان پخش میکنم. خب ما نباید به فکر باشیم که فلان کار را که من میکنم یا حرف را که میزنم استفادهش برای ما چیست. بله. از انفرادی زیستن باید بفهم بیرون. بله. ما اگر می نویسم، البته من کدام نویسند آدم بسیار
که همراه هر مسئله درگیری داشته باشم نیستم، در هر مورد آگاهی داشته باشم نیستم، سعی میکنم. معمولا وقت نوشته میکنم فقط به خاطر از اینست که یک چیز را که میفهمم یا در موردش بایستا تحقیق کردیم یا آگاهی دارم پخش کرده باشم، اگر یک صحبت خود خودم میفهم. بله، این واقعا یک سخاوت است که میکنین، با خاطری که من پوستای تانه که میخوانم، یعنی ایتا نیست با پیشویتان آل تعریف کنم. ما همیشه با دیگر هم گفتیم که از چیزایی است که یعنی استفاده میشه از پیشش، یعنی یک چیز آدم میاموزه با یک استفاده خوب میکنه، یک آگاهی پیدا میکنه و این که دستاهات مختلف هم میکنه، نه تنها تنها در باره حقوق و قانون نیست، در بسیاری موضوعاتی که میفهمین معلومات دارین، این خودش به نظر من یک سخاوت است که شما برای دیگران شیر میکنین امو دانشتان آگاهی دانه. من زیادتر مریم جان به جای سخاوت اسمش رو میگذارم مسئولیت. فکر میکنم که مسئولیت هست برای این مورد صحبت بکنم. من مسئول هستم چون برای ما سپرده شده یا یاد گرفتیم یا در موردش آموختیم یا هر چیزی که بوده، این مسئولیت است. این مسئولیت پذیری را ما باید جز از اخلاق اجتماعی و فردی خود بسازیم. مسئولیت پذیر باشیم. چیزهایی را که میفهمیم بتانیم پخش بکنیم که دیگرها بتانند استفاده بکنند. و در مورد چیزهایی که به اصطلاح با گفته خود ما ارزش‌های ماست، ارزش‌های معنوی ماست، پرنسیپ‌های ماست، در سطح فیسبوکی و در سطح شعاری نباشند. بله، عملی باشه. با خاطر که خب حرف گفته یگان میگه مفت است. بله. حرف مفت هر کس میتونه بگه. هر کس میتونه که استدلال بکنه یا به اصطلاح ادعا بکنه که کسی هست و چیزی را میفهمه. اما وقتی که عمل شما مطابق گفته های شما نباشه، بله، یک contradiction وجود داره یا یک تضاد وجود، بله، داره که حتی شخصیت خود آدم از زیر سوال میتونه ببره. و دیگه ای که یاد بگیریم یا خود تشویق بکنیم، بقیه ها را تشویق بکنیم که در مورد مسائل مختلف بدانیم. ببینید، اولین سونامی که ما در موردش میفهمیدم زمانی بود که فکر میکنم یک سونامی بسیار بزرگ اتفاق افتاد در تایلند بود. بله. ما اینا و ما هم وقت چیزهای مختلف اتفاق افتاد میخواندم اینا و ما شدیداً آب دوست دارم و مخصوصا موج اینا برام از اون لحاظ جالب بود. یک ماهیگیر در سواحل تایلند اگر اشتباه نکرده باشم، بله، مجلای مختلف بود. این به اصطلاح سرگرمیشی بود چون اونجا هیچ تفریحی دیگه وجود نداشت برش، همیشه مجلا را میخواند، در هر مورد هم میخواند. و چون گفتم تفریح دیگه نداشت و یه مثلا کار دیگه نمیتونست بکنه، میگفت مجله ها را من از سر تا آخر میخواندم، حتی سفیدی هایش هم میخواندم، حتی مثلا اعلانات هم میخواندم، با وجود میفهمیدم برام استفاده قابل استفاده نیست. و در یکی از آرتیکل ها یا مجله هایی که خوانده بود در مورد سونامی نوشته بودم. سونامی هم چیزی نیست که هر روز اتفاق بفته. بله. و یه امور چیزایی که در آرتیکل گفته شده بود یادش مانده بود، از قریه یا جایی که او زندگی میکرد و سونامی درش اتفاق افتاده بود یگانه کسی بود که جان زنده بسیار چی بود. پس چی؟ پوهانا رناده، یعنی knowledge is power. من. اگر اونمو امو آرتیکل نمیخوان فکر میکرده او سونامی خواهد در هر 50 سال یک بار اتفاق میفته، این بر ما اتفاق نمیفته. یا فرض میکنم در مورد ما هر مورد که باشه، حالا سکشوال هراسمنت تاپیک امروز برنامه است، خوب است بدانیم. بله، واقعا. و همیشه سرگرمی های ما سرگرمی های نباشه که همین لحظه است تمام میشه، حالت بله. تفریحی نداشته باید بله. باشه. بله. اگر شما تلویزیون میبینین، اگر من تلویزیون میبینم که هیچ وقت نمیبینم، اما برنامه های مریم جان از طریق فیسبوک فالو میکنم، برنامه شما را میبینم. برای ما دیدن یک فیلم هندی یا سریال هندی یا ترکی هیچ لطف نداره. در زندگی برای من هیچ کمک نمیکنه. در گرفتاریایی که ممکن است متوجه ما باشه هیچ کار نمی. شما میفهمید چقدر آدم ها اکسیدنت میکنن با وجود که من کارهای قانونی مربوط به اکسیدنت و اینا رو نمی کنم. بله. افغان های عزیز زنگ میزنن که من اینو می دقیقه تصادف کردم اما نمیفهمم که چی کنم. اوکی. خب باید بفهمین. درست است یک مسئله است که ممکن است اتفاق بفته. اگر بر خودتون اتفاق نفته برای کس دیگه اتفاق بفته. بله. پس کوشش کنیم که آگاهی داشته باشیم، مسئولیت های اخلاقی رو بپذیریم و خود از هر چیز به دور نمانیم که به چی. بله بله. و بیشتر شما گفتین که سخاوت نیستی، مسئولیت است. بله.
واقعا اینو یک مسئولیت است. بعضی وقت دوستان رو مشوخی میکنن که 10 سال دو نیم سال چه دیگه ادیکشن فکر میکنم من ادیکشن کامرا باشم میخوام سه کارهای دیگه از خودم کنم، اما احساس مسئولیت میکنم. امروز مثلا ما که شما اینجا آمدین، این یک مسئولیت کلان به نظر ما به یک جای رسیده، به خاطر که در این موضوع بسیار مهم شما صحبت میکنین و ایچ اصلا بسیاری وقت فکر میگم خود اصلا کافی است، ولی باز فکر میکنم این مسئولیت ماست که من کار کنم که می آمدنای ما که اینقدر فهم و دانش دارن از این طریق برنامه ما بیاین برای دیگران معلومات بدن و صحبت های خود کنن، آگاهیشون بیشتر بسازن. واقعا مسئولیت باید همه ما می احساس مسئولیت داشته باشیم 100%، مخصوصا در مورد همدیگر، در مورد اجتماع ما، در مورد کسایی که در اجتماع ما زندگی میکنن، فعالیت میکنن، کوشش میکنن. که برمیگردم سر از این مسئله، با وجود که به سکشوال هراسمنت اصلا مربوط نمیشه، اما در موردش صحبت میکنیم. شما ببینید مسئولیت فقط مسئولیت اجتماعی یا اخلاقی نیست، یا وابستگی به کمیونیتی. که ما مثلا میخوایم با کمیونیتی افغان ها خدمت بکنم، یا با کمیونیتی شرقی یا فارسی زبان بخوایم کمک بکنم. نانسی دوپری که اگر کسی امرای اسمش آشنایی داشته باشه، یا خانمی است که از فکر میکنم آمریکای لاس هستن، که از سالها و قرن ای با افغانستان زندگی میکرد و کارش ای بود که چیزای فرهنگی، به اصطلاح غنیمت های یا ارزش های فرهنگی افغانستان این خانم حفاظت کرد، نگهداری کرد، به تلویزیون و موزیم افغانستان دوباره برگردان و کوشش میکرد که تمام اینمی غنیمت ها را این نگهداری بکنه، پاسداری بکنه به قیمت جان خود. در افغانستان که مثلا ما و شما گذاشته ما آمدیم اینجا زندگی میکنیم، نه؟ بله. خب چی مسئولیت در مورد افغانستان داشت؟ افغانم که نبود، بله درست است، اما مسئولیت انسانیش بود. یا فرض میکنم اگر مادرشویس از مابین انگلند بلند شد و در مابین سلم های هندوستان زندگی میکرد که کار کرده باشه، هندی نبود که بخواهی غم هندی ها رو بخورم. مسئولیت اخلاقی و مذهبی خود فکر میکرد. بله. خب بالاخره ما از حالت انفرادی زیستن و منفرد بودن باید بیاییم بیرون. بله. در حتی یک سطح کوچکه که میتونیم یک نقش داشته باشیم، که به اصطلاح من نمیفهم که کدام فیلسوف یا شاعر یا نویسنده، نمیفهم از کجا بوده، که وقتی از این دنیا میریم یک مارک از ما به دنیا مانده باشه، یک کار کرده باشیم که تمام زندگی ما حیف و دور خود ما نچرخیده باشیم و حیف نبوده باشه. بسیار خوب. خب چون وقت برنامه با پایین رسیده، میخوایم که یک دو سوال مختصر در مورد سکشوال هراسمنت دوباره شما کنم. بله. یکی که از نگاه قانون، از کدام سن یک شخص که مرتکب سکشوال هراسمنت شده میتونه؟ و سوال دیگه آخرین ایست که یک کسی که مثلا راپور میده در مورد سکشوال هراسمنت، آیا مثلا اگه درست نباشه و یا درست باشه طرف مقابل ریتالیت کرده میکنه، کدام عکس العمل منفی نشون بده؟ در قانون سیویل بعد از سن 7 یا 9 اگر اشتباه نکرده باشم، مسئولیت قانونی متوجه تان میشه و حتی اگر منطقه انتند که بسیار بسیار پیچیده است، یک کانسپت پیچیده در لا هست، انتند باید باشه، یعنی کرمینال انتند یا منزوریا بهش میگن. شما باید داشته باشین که بخواین مرتکب یک جرم شاین، عمل تنها به تنهایی چی نیست. اینال به اصلاح بحث قانونی سرازی میشه که آیا طفل که از 7 ساله یا 9 ساله است، آیا کپاسیتی ایره داره که به اصلاح منزری یا انتنت کریمینال یا جنایی داشته باشه. و در مورد سیویل وقتی که یک طفل مرتکب یک مسئله میشه، پیرنسش یا پدر مادرش مسئول از این مسئله میشه و باید که بسیار چی کنند، در مسئولیت قانونی بگیرن و عکس العمل های قانونی متوجهشان میشه. و در موارد جنایی از 18 به پایان جوونایل شناخته میشه. معمولا عکس العمل های قانونی بسیار لینینت یا آسان تر میباشه، یعنی بسیار محکم در موردشان چی نمیشه، مگه اینکه repeat offender باشن و یا ای که کار را کرده باشن مثل murder. شما با وجود که اگه یک طفل او را یا یک juvenile او را مرتکب میشه، اما شدتش و
و به اصطلاح اهمیت قانونی چقدر زیاد است که شما می توانن به حیث یک ادالت به اصطلاح ترای بکنن یا به محکمه کشانده شن و بعد از سن 18 که ادالت هستین و تمام قانون رو مرخم اجرا میشه در مورد هر کسی دیگه. یه قسمت اول سوالتون بود. سوال دوم تون؟ سوال دوم، خب در قسمت سوال اول من ایدو فکر کنم شما گفتین 7 ساله یا 9 ساله، پس شاید 9 ساله باشه، به خاطر که در مکاتب اگر یک شاگرد یعنی یک چیزی بگویه که سکشوال هرسمنت حساب شوه، از سنف 4 به بعد، از سنف 4 و بالاتر از او در ریکوردش میره و او حتما 9 ساله است در سنف 4. حتما. بله. و سوال دوم این بود که ریتالیشن. اگر کسی مثلا به اصطلاح بناحق کسی محکومی سزا و میگه که ما سکشوالی هرست بودیم و ریتالی... اوکی، ما امیدوارستم که سوالتان درست فهمیدم. یعنی که نفره که مثلا شما یک کسی را برش میگن که این راپور میتین که ایش بناحق. بناحق. بله. آیا باز اون نفر چی حق باشه چی ناحق؟ میتونه که کدام عکس العمل منفی نشان به تو بوده؟ اگر شما حق داشته باشین و واقعا اتفاق افتاده باشه طرف ریتالیت بکنه، شدت قانونی امرایش بیشتر میباشه، به خاطر که استفاده به اصطلاح مثلا میگن که ما یک پیشنهاد جنسی دارم، طرف میگه نه و اونا فایر میشه. نه؟ اینال مسئولیت شدیدتر قانونی متوجهش میشه. اما اگر شما بناحق کسی را میگین که به اصطلاح مرا سکشوالی هراس کرده، در صورتی که ثابت شد شما ناحق بودین و مخصوصا اگر محکمه و اینا رفته باشن، اونا از شما میتونن که پول بگیرن، میتونن به خاطر منتال دسترس یا مشکلات روحی که متوجهشان شده از شما پیونتیو دمیجز بگیرن و همچنان اگر در محکمه و وکیل و اینا باشه، تمام کاست محکمه و اینا را شما باید بپردازید. یعنی کسرا بناحق نمیتونین شما محکوم بسازین، پایشو به محکمه بکشانین. به اون خاطر بسیار مهم است که همونطور قبلا گفتم هر چیز را داکیومنت بکنین. اگر بهتان اعتراض شده و ثابت میشه که با شما اعتراض شما شده، دوباره پیونتیو دمیجز میگیرین. پیونتیو دمیجز به اصطلاح پولی است که برای شما میدن به خاطر که طرف به اصطلاح یک درس داده باشن. یا اکچوال دمیجز، مثلا اگر شما یه مدتی یک ماه یا دو ماه نرفتین کار نکردین یا برطرف شدین یا پروموت نشدین، اما پول را که نورمال باید میگرفتین باید همه اونا رو بپردازن. کمپنساتوری دمیجز این بستگی داره که در کدام قسمت اکویژن یا چی شما قرار دارین. خب بازم بسیار تشکر از وقتی که به هایتان از معلومات بسیار خوبتان خواهش میکنم. بسیار زیاد تشکر. شما ممنون که زمینه رو مساعد ساختین که صحبت داشته باشیم. امیدوارستم که صحبت هایی که شد باعث استفاده انشالله امیدوارستم باعث استفاده نباشه اما معلومات باشه که بتونین آگاهی تر بیشتر ساخته باشه. بله. خب دوست عزیز ارتمند، امیدوارستم که قسمی که ریحان جان گفتن بتونین که از معلومات امروز استفاده خوب کرده باشین و در آینده طرز تفکر خود در این قسمت تغییر بدیم. خب دوست عزیز ارتمند، باز هم میخوام یادآور شم که اگر خواسته باشین که با دکتر نادیه هاشمی دیدار کنین و صحبت کنین، میتونین فردا و یا روز اگر به اورنج کامتی هستین به لس آنجلس پس فردا روز پنجشنبه، و میتونین که به فیسبوک من مراجعه کنین، معلوماتشان اونجا است. و همچنان اگر که میخواین که شاگرده ای که با های سکول هستن پرسنال استیتمنتشان کسی برشان بخونه و اصلاح کنه و پروف رید کنه، میتونن که همچنان با افغان امریکن کانفرنس به اون آدرسه که وبسایت را که دادن و جوانه که کمک میکنه و جا مراجعه کنین. فلایر اردیشان بروی صفحه فیسبوک خود ما میگذارم که شما دوستان عزیز بتونین بیوین و ایر میبینین که دکتر نادیه هاشمی روز پنجشنبه و همچنان روز شنبه معلوماتشان و یه هم از افغان امریکن کنکت کالج منتورشیپ معلوماتش رو ببینین و همچنان میتونین که با ما هم بتماشاین و قسمی که گفتم و می ارتباط هفته آینده هم در برنامه ما آقای کن ازراتی که اسیستنت پرنسپال مکتب آلیسونیگل هستن، آلیسونیگل های اسکول هستن، میمان من میباشن و در این قسمت دخول کالج، فاینانشال اید و موضوعات که ضرورت است برای یک شاگردی که از های اسکول فارغ میشه براتون معلومات میده. و با تشکر مجدد از ریحانه جان نیازی و همکار عزیزم شهاب جان و شما بینندگان عزیز ارجمند که برنامه رو میبینین و همیشه پشتیبانی میکنین، برنامه امروز به همینجا به پایان میرسونیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار. توانا بود، ارکی دانا بود،
ز دانش دل پیر برنا بود.